سلام، به این بخش خبری خوش آمدید. جشن شکوفه ها در سراسر کشور، آغاز سال تحصیلی برای 1,700,000 کلاس اولی. با نزدیک شدن به پایان مهلت قانونی دستگاه ها برای اتصال به پنجره واحد خدمات هوشمند، سه مجموعه وابسته به وزارت جهاد کشاورزی هنوز اقدامی نکردند. بارندگی های شدید در غرب و شمال غرب همزمان با افزایش دما در شمال. هشدار هواشناسی درباره احتمال آتش سوزی جنگل ها و مراتع. و نگرانی سازمان ملل از بروز بیماری ها در مناطق سیل زده پاکستان. از خرداد تا کنون بیش از 7 میلیون نفر بر اثر سیل آواره شدند. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. صبح شما بخیر بینندگان محترم، همراه هستید با مجموعه خبری هشت بامداد. بوی ماه مهر امسال بعد از 2 سال دوری از مدرسه دلپذیرتر از هر سال دیگر به مشام میرسد. امروز با برگزاری جشن شکوفه ها در سراسر کشور، کلاس اولی ها هم به مدرسه میروند. بازارهای نوشت افزار هم رونق دارد و در این میان دانش آموزان خانواده های کم برخوردار نیز فراموش نمی شوند. مهر با حال و هوای درس و کتاب و مدرسه از راه می رسد. کتاب گرفتی، آماده رفتن به مدرسه. سال تحصیلی جدید شروع شد و دوباره درس و مدرسه. یا گرفتی؟ کتاب، لباس مدرسه، مداد، قلم، اینا به همه چی خریدم. تنوع زیاده و قیمت هم خیلی مناسبن. خوشحالی میخوایی بری مدرسه؟ آره، چند بعد از چند سال که کلاس آنلاین بوده دیگه میخوام برم مدرسه و دوستان ببینم. حس خوشحالی خیلی دوست دارم، چون دارم میرم مدرسه دوستان ببینم، معلماشم، با بچه هاشناشم، خب درس میخونم. بازارتون حسابی گرمه دیگه؟ آره فعلا که خوبه، خدا شکر. امسال ماشاءالله خوب استقبال کردن، مردمم راضین. خیلی عالی امسال، چون چند سال مدرسه ها به خاطر کرونا تعطیل بوده، امسال خیلی شلوغ بوده. فرقی نمی کند پدر دانش آموز باشی یا مادرش، این روزها برای همه حال و هوای خاصی دارد. وسایل تحریر خریدیم، چیف خریدیم، لباس خریدیم. ولی من همیشه ذوق ذوقش هست، همه چیز نوعه دیگه، کتاب و دفتر و کیف و لباس همشون نوعه. 2 سال دوری از فضای مدرسه امسال دانش آموزان را مشتاق‌تر از همیشه برای دیدار همکلاسی تعقیب می‌کند. حضور داشتن تو مدرسه هم دوستا رو می‌بینه، هم فیزیکی با معلم چش تو چش میشه، اینا خیلی خوبه. حضوری هم درس بیشتر یاد می‌گیریم، هم با بچه‌ها دوست میشیم، بازی می‌کنیم. جایی دیگر هم دانش آموزان در رزمایش کمک‌های مؤمنانه همکلاسی مهربان، مهربانی را جور دیگری مشق کردند. امسال با توان مضاعف‌تری تقریبا 4000 بسته لوازم التحریر به قیمت هر بسته تقریبا 400000 تومان بین دانش آموزای محروم استان در حال توزیع هست. می‌خوام کمک کنیم تا مناطق محروم بتونن فرزندانشون راحت به مدرسه برن، راحت تحصیل کنن و شرایط خوبی داشته باشن دیگه. پیش بینیمون اینه که انشالله تا 15 مهر حداقل 500000 بسته لوازم التحریر و وسایل کمک آموزشی در اختیار دانش آموزان مناطق کمتر برخوردار در واقع قرار بدیم. با توجه به تعطیلات پیش رو، شمار زائران رضوی در مسیر مشهد الرضا در حال افزایش است. معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران استانداری خراسان رضوی پیش بینی کرده با توجه به 2 سال کرونایی شمار زائران امسال به 5 تا 8 میلیون زائر برسه. همکنون گفتگو میکنم با معاون استاندار خراسان رضوی و جانشین ستاد اجرایی خدمات سفر این استان، آقای گنابادی نژاد. سلام بر شما، صبحتون بخیر. بفرمایید با توجه به پیش بینی این تعداد زائر، مهمترین اقدامات صورت گرفته برای پذیرایی زائران در ایام دهه آخر ماه سفر در مشهد مقدس چی هستش؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان.
تسلیت عرض می‌کنم ایام رو، به ویژه مناسبت‌هایی که پیش رو داریم، رحلت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام و شهادت ولی نعمتمان حضرت امام علی ابن موسی رضا علیه السلام. همچنین گرامی می‌داریم یاد خاطره همه افتخار آفرینان 8 سال دفاع مقدس، شهدای عزیز، جانبازان، آزادگان و مجاهدان فی سبیل الله که برگ درخشانی را از تاریخ انقلاب اسلام و این میهن را با فداکاری خودشون در تاریخ به ثبت رسوندن. بله، خب همینجور که فرمودین ما در روزهایی در مشهد سپری میکنیم که الحمدلله شاهد حضور با شکوه زائران عزیز بعد از 2 سال شرایط کرونایی هستیم. قرائن دیگه یا خب از قبل به ما این اطلاع رو میداد که حضور باشکوه و بیشتر زائرین رو در مقایسه با سالهای قبل داریم. بعد از 28 سال دهه آخر سفر وارد تابستان شده و خود روزهای پایانی تابستان یک پیک زیارتی بوده. دهه آخر سفر هم همینجور، خب این دوتا با هم دیگه تقارن پیدا کرده و سایر قرائن دیگه که از گفتن اونا فعلا صرف نظر میکنم. ما با توجه به اینکه از ماها قبل در تدارک شرایط میزبانی زائرین عزیز بودیم، خب یکی از اولویتامون در حوزه اسکان بود. علاوه بر ظرفیت‌های اسکان رسمی که در مشهد حدود 52% ظرفیت کل کشور وجود داره در هتل‌ها و هتل آپارتمان‌ها و مهمانپذیرا، بنا به دستوری که استاندار محترم داشتن، تمام ظرفیت‌هایی که میتونست به عنوان اسکان موقت و اسکان اضطراری مورد استفاده قرار بگیره، همه اینها بسیج شده، شامل مدارس حسینیه‌ها، مساجد، کمپ‌ها، به حضور سالن‌های ورزشی، در حضور شما عرض کنم که حتی ساختمان‌های اداری مکلف شدن که در ایام حضور زائرین عزیز میزبان زائرین باشند و انشالله بتونیم از این جهت با مشکلی رو نداشته باشیم. باز همینجا جا داره که من یاد کنم از کار خوب و کارستانی که مشهدی‌های عزیز داشتن. یه پویشی رو امسال مشهدی‌ها رو اندازی کردن به اسم هم محله‌ای امام رضا که میزبانی کنن از زائرین عزیز در خونه‌هاشون. این کار با محوریت مساجد، بسیجی‌های عزیز، خادم‌ها و خادمیارای آستان. بله آقای گنابادی نژاد، در مورد اسکان خب تا حدودی توضیح فرمودین، در مورد پذیرایی هم یه توضیح کوتاهی بفرمایید تا من سوال بعدی رو از خدمتتون بپرسم. خب همین پویش هم محله ای امام رضا یکی از اون اتفاقات خوبیه که مشهدی‌ها رقم زدن و سایر ارکان هم مثل تامین و توزیع ارزاق و نان و ارزان شما بهداشت درمان و وسیله حمل و نقل به ویژه در برگشت هم خب پیشبینی‌های نسبتاً خوبی صورت گرفته. ما در این فرصت اگه اجازه بدین دو تا تقاضا رو می‌خوام از زائرین عزیز داشته باشم. اول اینکه هر زائر عزیزی که قصد سفر به مشهد رو داره قبل از اینکه حرکت کنن نسبت به محل اسکانشون هماهنگی کنن. تلفن 7045، تلفن 7045 با پیش شماره 0513 از سراسر کشور شبانه روز پاسخگوی همه زائرین عزیز هست که راهنمایی لازم در خدمات مورد نیاز از جمله حوزه اسکان داشته باشه. برای بازگشت زائران آیا مشکل بلیت نخواهد بود مثل سالهای قبل از کرونا؟ خب پیشبینی‌های مختلفی صورت گرفته. خب مستحضر هستین در همین رابطه معاون اول محترم رئیس جمهور سفری مشهد داشتن، وزیر محترم کشور، تمهیدات مختلفی تدارک دیده شده. باز در این خصوص من تقاضام از زائرین عزیز ایه، اونایی که با ناوگان حمل و نقل عمومی اتوبوس به سمت مشهد سفر میکنن حتما هنگام تهیه بلیت رفت از همون شرکت بلیت برگشت رو هم تهیه کنن. این موضوعی بوده که خب ابلاغ هم شده و انشالله وزارت راه و شهرسازی به همه استانها اعلام کرده که کمک کنن زائرین رو در تهیه بلیت برگشت وقتی زائرین مشهد میان دیگه نگران بلیت برگشتشون نباشن. خیلی متشکرم از توضیحات شما آقای گنابادی نژاد، معاون استاندار خراسان رضوی و جانشین ستاد اجرایی خدمات سفر این استان. با شما خداحافظی میکنم. رئیس جمهور در ادامه سفر خود به نیویورک و در حاشیه 77مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل دیشب در محل اقامت خود میزبان سران کشورهای ژاپن، لبنان و فنلاند بود. در این دیدارها درباره مهمترین مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو شد.
رئیس جمهور در ادامه رایزنی‌های بین‌المللی در نیویورک در محل اقامت خود پذیرای نخست وزیر ژاپن شد. آقای رئیسی به فویو کیشیدا گفت که باید راهکارهایی پیدا کنیم تا تحریم‌های آمریکا بر روابط دیرینه ایران و ژاپن اثر منفی نگذاره. اینکه حتما باید برای تکرار نشدن تجربه بدعهدی در توافق هسته‌ای به ایران تضمین داده بشه، تأکید رئیس جمهور در این دیدار بود. در دیدار نخست وزیر لبنان هم آقای رئیسی لبنان رو پیشانی مقاومت توصیف کرد که بر کل فضای منطقه تأثیرگذاری دارد و فقط جبهه مقاومت میتواند جلوی تجاوزگری رژیم صهیونیستی را بگیرد. رئیس جمهور این رو هم گفت که راهبرد جریان مقاومت وحدت و انسجام است و جمهوری اسلامی ایران از هر روندی که به ثبات و امنیت در لبنان منجر شود حمایت می‌کند. نجیب میقاتی هم حمایت‌های بی‌دریغ و مستمر ایران رو از کشورش یادآور شد و گفت همواره بهترین روابط رو با جمهوری اسلامی ایران خواهان است. رئیس جمهور فنلاند هم به محل اقامت رئیس جمهور کشورمان آمد. او از روابط دوستانه دو کشور گفت و از میزبانی ایران از میلیون‌ها آواره افغانستانی تشکر کرد، ضمن اینکه از ایران خواست برای پایان جنگ در اوکراین میانجیگری کند. آقای رئیسی هم گفت وضع کنونی افغانستان نتیجه 20 سال حضور آمریکا و ناتو در این کشور است و از طرف دیگر استانداردهای دوگانه غرب در مواجهه با حقوق بشر ریشه خیلی از مشکلات امروز است. رئیس جمهور از تحریم‌های ظالمانه آمریکا بر ضد مردم ایران گفت، اما در این حال از رئیس جمهور فنلاند دعوت کرد که به ایران سفر کند و ببیند که با وجود تحریم‌ها ایران چه رشد و پیشرفت‌هایی داشته است. جلسه با مدیران ارشد برخی رسانه‌های آمریکایی از برنامه‌های بعدی رئیس جمهور در نیویورک. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک، سازمان ملل متحد. امروز آخرین مهلت بانک مرکزی برای بروزرسانی فهرست ابر بدهکاران بانکی است. بر اساس قانون بودجه بانک مرکزی وظیفه دارد با استفاده از سامانه‌های خود اطلاعات دریافت کنندگان وام‌های کلان و وام‌های ارائه شده به اشخاص مرتبط هر یک از بانک‌ها را به صورت فصلی در تارنمای خود بروزرسانی کند. پیش از این بانک مرکزی اطلاعات دریافت کنندگان وام‌های کلان تمامی بانک‌ها به جز بانک ملی را تا پایان فصل بهار منتشر کرده بود. شب گذشته هم چند منطقه از چند شهر کشورمان شاهد اعتراضاتی بود که عده‌ای اغتشاشگر آن را از حالت آرام خارج کردند. این اغتشاشگران علاوه بر سر دادن شعارهای ساختارشکنانه و پرتاب سنگ به سمت پلیس، خسارتهایی هم به اموال عمومی و خصوصی زدند. ترافیک سنگین به سمت میدان تجریش و بنری که داره تو آتیش میسوزه. اجتماعات و اعتراضات شب گذشته در برخی از نقاط شهر تهران خیلی زود به آشوب کشیده شد و اغتشاشگران به اموال عمومی و خصوصی خسارت وارد کردند. ساعت 8:55 دقیقه میدان قدس روبروی شهرداری یک دستگاه خودرو ال90 خیابان تجریش ساعت 9:15 دقیقه. در برخی از نقاط شهرهای و استانهای دیگر هم اجتماعات اعتراضی برگزار شد و اغتشاشگران با سوء استفاده از فضای به وجود آمده به اموال عمومی و خصوصی خسارت وارد کردند. از بیمارستان اومدم، از اول شماره رد می شدم برم خونه، تو مسیر سر و صدا بود، داشتم مردم رو می زدم، نزدیک 100 نفر 80 نفر آدم بود اونجا، معلوم نبود چی می خواستن، همه داد می زدن، زن و بچه ها فریاد می زدن، شای ماشین رو می شکستن. دیگه اونجا منو گرفتن قشنگ ماشینم رو خوابیده کردن اون طرفش این طرفش، با چاقو هم اینجوری زدن، اصلا هم داشتن، خیلی وضعیت خراب بود، همه داشتن داد میزدن، فریاد میزدن، مغازدار و مغازهاشون رو میکشیدن پای، معلوم نبود با کی مشکل دارن، فقط میزدن.
اعتراض اصلا درست نیست. ما امنیت احتیاج داریم، امنیت اصلا حرف اول امنیت میزنه. مسئولین با جلوگیری بکنن اینایی که دارن شلوغ میکنن. کلا با تخریب کردن و با آسیب زدن به اموال عمومی اصلا موافق نیستم. چیزی که میخوان و بگن، نه اینی که بزنن اینو خراب کنن اونو خراب کنن. چون اموال عمومی مال مردمه، ضرر میزنن به مردم دارن ضرر میزنن. مسلماً درست نیست. خرابکاری نکنه، این مال مردمه. این مغازه رو بیچاره با بدبختی خریده، میاد میزنه میشکونه، کی پولشه بده؟ هیچ کی. تولید و انتشار اخبار جعلی در روزهای گذشته برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی، اخباری غیر واقعی که همیشه مواجهه با آن نیازمند هوشیاری است و این روزها بیشتر از قبل این نیاز نمود دارد. گزارش ببینیم از مهمترین اخبار جعلی که در روزهای گذشته دست به دست شده. سقز 3 روز پیش. برخی خبرها زبانه این شعله های میان خیابان را بیشتر کرده. مثل این خبر، در نزدیکی بنبست سبا در سقز، این مرد ابوبکر سورانی به جرم اعتراض مسالمت‌آمیز توسط پلیس به مکانی نامعلوم برده شده و هیچ خبری از او نیست. یا این پزشک که با دیدن عکس مرحوم امینی میگوید قاعده جمجمه او بر اثر ضربه به سرش شکسته. چند کانال دیگر میگویند کاک فرهاد هورامی در اعتراضات مجروح و به بیمارستان منتقل شده، اینجا در دیوان دره. خشونت علیه دختران هم ادامه دارد تا احساسات بیشتر جریه دار شود. پرستو جهانشیری از اهالی مشهد، دختر 17 ساله، قصد ادامه تحصیل داشته که بر اثر ضرب و شتم پدرش کشته شده. البته این خبرها همه در فضای غبارآلود و غیر واقعی ساخته شدند. در دنیای حقیقی دختری که گفتند پدرش او را کشته، نامش زهره بنیانیان است و توسط خود منافقین به شهادت رسیده. با جستجو در سایت‌های منافقین میتوان نام او را یافت. یا ابوبکر سورانی که نوشتن در سقز به مکان نامعلوم برده شده، 6 سال است به هلاکت رسیده. نه در سقز، بلکه در سوریه. او عضو داعش بوده و آقای پزشک. بررسی صفحات مجازی او نشان می‌دهد او هیچ تخصصی درباره مغز و اعصاب ندارد. کاک فرهاد دیوان دره‌ای که شایعه کردند توسط پلیس مجروح شده بود، او هم عضو داعش بود. 5 سال پیش در سوریه کشته شد. قتلگاه فضای مجازی. شاید این واژه در این روزها مناسب این فضا شده باشد. سجاد احیایی، خبرگزاری صدا و سیما. سازمان هواشناسی با صدور هشدار زرد از بارندگی در 17 استان کشور خبر داد. گفتگو می‌کنم با کارشناس سازمان هواشناسی که در استودیو حضور دارن. آقای اصغری، صبح شما بخیر. شدت این بارش‌ها چقدر هست؟ با توجه به هشداری که داده شده کدوم مناطق رو شامل میشه؟ ببینید خانم خلیلی، من از سردبیر خواهش کردم که هوا رو بیاره بالا جزو عناوین قرار بده. دلیل داشتم. اولا بعد از مدت‌ها ما با یه سامانه بارش نظاممند روبرو هستیم که از سمت غرب کشور اومد. همین الان هم در آذربایجان شرقی و غربی بارش آغاز شده، شدتشون هم نسبتاً قابل توجه. تا ساعتی دیگه مردم کردستان، مردم کرمانشاه، ایلام، حتی داخل‌تر زنجان، همدان بعد منتظر دشت رحمت و یاسمانه انشالله باشن. شمال اردبیل هم نگاه کردم، ابرهای بارانزا شکل گرفتن. برخلاف دفعات گذشته سواحل دریای خزر امروز و فردا، امروز پنجشنبه است، فردا جمعه، آروم هوا، گرم هوا. این گرما توأم با وزش باد جنوبیه، یعنی بستر برای آتش‌سوزی تو جنگل‌ها مهیا است. مسافرین زیادی تشریف بردن به شمال. دقت کنند قبل از اینکه جنگل رو ترک کنند مطمئن باشن که این آتش‌ها خاموشه. دلیل من این بود، هوا بالاست و اینکه مسافرین زیادی هم در بخش جنوب کشور رفتن، در جنوب سیستان و بلوچستان، در شرق استان هرمزگان. خانم خلیل، باورتون میشه توی بازه زمانی کوتاهی در بشاگر 25 میلیمتر بارندگی دیروز ما داشتیم؟ بارندگی یک سال تهران 260 میلیمتره. این میتونه تو هم با سیل باشه. اگه اون اتفاقی که توی استحبان افتاد روز جمعه نبود، یک روز شنبه بود، غیر تعطیل بود، قطعا ما اینقدر فوتی نداشتیم. بنابراین نگرانی ما بیشتر به خاطر اینه که یه مقدار
مرحال آخر شهری بر مسافرت ها به اوج خودش رسیده. اگه عزیزانی هستن بستان فارس، نیمه شمالیش، بستان کوکیله و بویرحمت، چهارمحال بختیاری، به همدان که عرض کردم، به لرستان، به خوزستان شمال و شرقش، حتی به قم سفر کردن، به بخشای شمالی تهران، به قسمت‌های شمالی البرز سفر کردن، اصفهان رو فراموش نمی‌کنم، نیمه غربی و بخشای جنوبیش آگاه باشن. هر آن احتمال طغیان رودخونه هست، هر آن احتمال جاری شدن روان آب هستش. اگه کسایی هستن هفته آتی، اوایل هفته آتی از سمت شمال میخوان به سمت مشهد مقدس برن، در جریان باشن. اون موقع ما با بارش‌های نسبتاً سنگینی روبرو هستیم. هشدار نارنجی برای روز یک شنبه برای استان‌های اردبیل، گیلان، مازندران و گلستان خاصه در مورد بارندگی‌ها صادر کردیم. من در خدمتتون هستم اگه سوالی باشه. خب خیلی متشکرم. در خدمتتون هستم. خواهش می‌کنم. دیگه توضیح ندارین. ببینید اگه زمان دارید من بگم آب‌های جنوبی کشور متلاطم خواهد بود. کسایی که کسب و کارشون با آب هست، خلیج فارس متلاطمه. ما شنبه تا سه شنبه هشدار نارنجی صادر کردیم و مواج بودن آب‌های خزر رو برای روزهای شنبه تا دوشنبه خواهیم داشت. باید شنا در دریا تو این بازه زمانی تعطیل و قدغن بشه. خیلی متشکرم از توضیحات کامل شما. روزتون بخیر. با شما خداحافظی می‌کنم. اما بیننده سخنرانی زنده و مستقیم رئیس مجلس شورای اسلامی در مراسم آغاز هفته دفاع مقدس در بندر عباس باشید. ندارن و نمونه های اون رو دیدن. این درس گرفته از دوران دفاع مقدس است و امروز همه ما هستیم که در عرصه های دیگر اداره کشور، در عرصه اقتصادی، در عرصه فرهنگی، در عرصه اجتماعی و در عرصه سیاسی، اگر تأسی به فرهنگ دوران دفاع مقدس بکنیم که فرهنگ دفاع مقدس بر دو اصل تکیه داشت، یک اصل مردمداری و پای محور بودن مردم و نقش مردم، و دوم تکیه به سنت‌های الهی، که سنت‌های الهی در تشکیل در گذشت زمان هرگز نه تحویل می‌شوند و نه تبدیل. اگر این چنین باوری باشد، ما در عرصه‌های اقتصادی هم موفق می‌شیم. اگر امروز دشمن به خاطر این بازدارندگی و به خاطر این قدرت و اقتدار نیروهای مسلح ما در برقراری امنیت و دفاع از کشورمون، که اونها میدانن که اگر ما رو تهدید کنن تهدید میشوند، و اگر بدانن که اقدام کنن میدانن که اقدام خواهیم کرد و پاسخ خواهیم داد، و قدرت ما این نقش بازدارندگی رو برای اونها ایجاد کرده. و امروز حرف ما در برقراری امنیت در جنوب غرب آسیا و در دریای نیلگون خلیج فارس و منطقه ما این هست که همه بی‌ثباتی و همه ناامنی زمانی از بین خواهد رفت که قدرت‌های فرامنطقه‌ای این منطقه رو ترک کنند. کشورهای منطقه، همه کشورهای مسلمان برادر، ما در کنار هم می توانیم با کمک هم، با گفتگو، اگر موضوعاتی هم هست حل و فصل کنیم و ثبات و امنیت و همدلی و همراهی برای کشور و برای همه کشورهای منطقه و امت اسلامی برقرار کنیم. به پایان مهلت قانونی نزدیک می‌شویم، اما فقط 9 سامانه وزارت جهاد کشاورزی به پنجره واحد خدمات هوشمند متصل شدند. 3 شرکت و نهاد باقی مانده وابسته به این وزارتخانه نیز هیچ اقدامی برای اتصال به درگاه ملی خدمات دولت هوشمند انجام ندادند. شرکت پشتیبانی امور دام کشور هست، سازمان چای
سازمان امور عشایر ایران، صندوق بیمه مسائل کشاورزی در مجموعه وزارت کشاورزی فعلا هیچ گونه اتصالی به پنجره واحد خدمات دولت هوشمند ندارد. این موضوع باعث شده وزارت جهاد کشاورزی همچنان در فهرست قرمز سازمان فناوری اطلاعات ایران باقی بماند. علتش اینه که عرض کنم اونقدر تغییر تحولات تو دولت بوده، مسئولین مراکز فناوری تعویض شده بودند، ما هم نمیدونستیم. حالا در ساعات باقی مانده از مهلت قانونی، متولی پنجره واحد وزارت جهاد کشاورزی میگوید تعدادی از سامانه‌هایی که در واقع تو پنجره واحد ما هست که بیشترین خدمات و بیشترین زیر خدمات پوشش میدن، الان ورود بهره برداران از طریق دولت هوشمند میتونن کارهای خودشون رو اونجا انجام بدن. میخوام وارد پنجره واحد خدمات دولت هوشمند بشم، ببینم آیا این 9 تا سازمان زیر مجموعه کشاورزی که متصل شدن به این سامانه خدمات میدن یا خیر. سامانه سماک خب ظاهرا متصل هست و خدمات هم میتونی بگیری ازش. قسمت داروی سازمان دامپزشکی کار برای گرامی، سطح دسترسی شما برای این سامانه تعریف نشده است. صنعت طیور سامانه مورد نظر در حال حاضر متصل نمی باشد. همونطور که ملاحظه فرمودید از 9 نهاد زیرمجموعه جهاد کشاورزی که متصل شده به پنجره واحد فقط 2 مورد اون خدمات میداد. طبق قانون 30% از خدمات پرکاربرد سازمان‌های تابعه وزارت جهاد کشاورزی میبایست در مهلت قانونی با اتصال به پنجره واحد خدمات خود را ارائه دهند، امری که تا این لحظه محقق نشده است. مشتبه روحی، خبرگزاری صدا و سیما. هشدار سازمان ملل درباره پیامدهای سیل در پاکستان. مقامات سازمان ملل متحد اعلام کردند سوء تغذیه و بیماری‌هایی که از طریق آب منتقل می‌شود به احتمال زیاد کشنده‌تر از خود سیل باشد. بنابر تازه‌ترین آمار رسمی، سیل‌های ناشی از بارش‌های موسمی 1/3 پاکستان را تحت تأثیر قرار داده و از خرداد تا کنون مرگ حدود 1600 نفر، تخریب حدود 2 میلیون خانه و آوارگی بیش از 7 میلیون نفر را به دنبال داشته است. این افراد با مشکل کمبود آب آشامیدنی و امکانات بهداشتی روبرو هستند. هماهنگ کننده بشردوستانه سازمان ملل متحد در پاکستان هشدار داد این کشور در خطر فاجعه دوم ناشی از بیماری‌های مانند تب دنگی، مالاریا، وبا، اسهال و سوء تغذیه قرار دارد.